خب در مورد منبعی که درس رو باهاش شروع میکنیم که البته تنها منبعمون نخواهد بود، ما در واقع شاید بتونیم بگیم سه تا تاپیک اصلی، دو یا سه تا تاپیک اصلی بستگی داره درس چطور پیش بره در درس خواهیم داشت که ممکن هست بعدی ها رو از روی منابع دیگری بگیم، ولی منبعی که من بسیار گشتم در این مدت جستجو کردم تو منابع مختلفی که به هر حال این درس در دانشگاه‌های مطرح دنیا داره ارائه میشه از روی اون منابع ارائه میشه و همه منابع رو مقایسه کردم و با ملاحظه در واقع مدت زمانی که ما توی این درس در اختیار داریم که یک درس دو واحدی هست در یک ترم، با توجه به اون منبعی که به نظرم برای قسمت اولی درس مناسب رسید این کتاب هست که در واقع حالا شاید عنوانش براتون آشنا نباشه، استوکاستیک کلکولس، ولی در واقع استوکاستیک کلکولس میشه گفت کور ریاضیاتی اصلی به هر حال مهندسی مالی هست و چه بسا البته توی دروس دیگه تون اشاره شده باشه و تا حدودی هم باهاش آشنا باشید. و این کتاب هم ویژگی های خوبی داره، کتاب از آقای توماس میکوش هست و یکی از ویژگی خوبش این هست که میزان دقت و تکنیکالیتی های ریاضی و جزئیات ریاضی رو در حدی نگه داشته که هم بشه در مدت زمان کوتاهی این مبحث سنگین و سخت رو پوشش داد و هم اینکه اگر کسی علاقمند باشه مفاهیم اصلی رو تو این درس بگیره و بره خودش حالا با مطالعه رفرنس های میتونیم بگیم با جزئیات بیشتر و دقیق تری که وجود داره و ما هم انشاءالله تو درس معرفی خواهیم کرد، با مطالعه اونا خودش دیگه اون گپ های احتمالی رو پر بکنه. بنابراین واقعا هدف اصلی ما تو این درس ارائه این درس به اون صورتی که مثلا به عنوان یک درس گریجویت ریاضی ارائه میشه نیست، ولی ارائه مفاهیم اصلی و انتقال مفاهیم اصلی به شماست و اونم به نحوی که بتونید واقعا با اون مفاهیم کار بکنید، محاسبه بکنید، مدل‌های ریاضی در فایننس رو بسازید و بفهمیدشون و باشون مسئله حل بکنید. این میشه گفت هدف اصلی ما خواهد بود. و خدمت شما عرض کنم که چند تا مثال در شروع این کتاب خودش داره، منم امروز چند تا مثال خارج از کتاب بهش اضافه میکنم که اونا میشه انگیزه اصلی ما از موضوع این درس و بعدش دیگه از در واقع سکشن 1-3 درس ما شروع میشه. سکشن 1-1 که همون پیش نیازهای احتمال مقدماتی هست که بهش اشاره کردیم، سکشن 1-2 هم همون مفاهیم مقدماتی هست که تو این جلسه میگیم و مثال ها و بعد از سکشن 1-3 با مهمترین فرآیند تصادفی که تو این درس باهاش سر و کار داریم، یعنی حرکت براونی، در واقع شروع خواهیم کرد و ادامه میدیم حالا تا ببینیم درس چطور پیش میره و تاپیک های دیگه که میخوایم بگیم بر اساس اونا تصمیم میگیریم که چقدر این کتابو پوشش بدیم و بعد سراغ منبع بعدی خواهیم رفت. خب من از همین سکشن 1-2 این کتاب شروع میکنم صحبت ها رو و یه چیزایی هم البته بهش اضافه میکنم. این شاید توی مثلا 10 صفحه حدودن همه اون مفاهیم مقدماتی احتمال رو خیلی خلاصه و فشرده آورده که اگر خودتون یه نگاهی بندازید بهش بد نیست، چون با نوتیشن کتابم که ما میخوایم استفاده کنیم آشنا میشید. خب اما شروع کنیم از سکشن 1-2 استوکاستیک پروسسز، فرآیندهای تصادفی. خب ببینید بسیاری از پدیده‌هایی که ما توی مالی، بازارهای مالی باشون مواجه هستیم، پدیده‌هایی هستن که ناگزیریم براشون مدل‌های تصادفی ارائه بدیم، یعنی اینکه نمی‌تونیم مدل‌های قطعی و تعیینی
ارائه بدیم، اونطوری که مثلا قوانین فیزیک در مکانیک و سایر شاخه‌های فیزیک حاکم هست، ما همچین قوانینی نمیتونیم وضع کنیم برای بازارهای مالی. ناگزیریم در واقع قوانینی که وضع میکنیم یک جزء تصادفی حتما توشون باشه. اون جزء تصادفی در واقع اون جزء غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل ما هست. و حالا قسمت پروسس داستان از کجا میاد؟ وقتی شما در طول زمان یه پدیده ای رو مطالعه میکنید، که خب باز بسیاری از پدیده ها تو بازارهای مالی همینطور در طول زمان مطالعه میشن، مثلا قیمت های دارایی ها، asset price ها، اینا خب یه کمیت هایی هستن که در طول زمان تغییر میکنن و هیچ کس هم همچین تصوری نداره که میشه واقعا به صورت قطعی و دترمینیستیک قیمت ها رو در برای آینده پیش بینی کرد. شما هر مدلی ارائه بدید برای قیمت ها، ناگزیر هستین که یه جزء تصادفی توش وارد بکنید. برای میرسیم به این تعریف کلی و فرمال برای فرایندهای تصادفی، که یک فرایند تصادفی که ما با ایکس معمولا نشونش میدیم، یک خانواده ای از متغیرهای تصادفیه. خب یک کالکشن از متغیرهای تصادفیه که یک اندیس تی داره، که این تی نشون دهنده همون زمان هست و این از یک مجموعه تی بزرگی میاد که اون مجموعه زمانهای مدل ما رو نشون میده و برای هر تی این ایکس تی به تنهایی خودش یه دونه متغیر تصادفیه. خب من بعضی جاها برای اینکه مطمئن بشیم که شما هستین، در واقع ازتون سوال ممکنه بپرسم، حالا ممکنه از نپرسم، اینو گفتم حواستون جمع بشه. ولی حالا کلن هر جمع که احساس کردین درس تند پیش میره یا یه مفهومی رو نفهمیدین، حتما بگین، یا حتی اگرم فکر کردین که کند پیش میره بازم بگین که ما سرعت درس رو تنظیم بکنیم. فقط جهت یادآوری خیلی سریع از مفهوم متغیر تصادفی و فضای احتمال من این رو بنویسم که ما یادمون بیاد که فضای نمونه‌ای یا سمپل اسپیس یا فضای احتمال که معمولا با اومگا نشونش میدادیم، مجموعه همه اتفاقات ممکن بود، همه سناریوهای ممکنی که ممکن هست رخ بده، و هر متغیر تصادفی در واقع یه تابع بود از این فضای نمونه‌ای به اعداد حقیقی که به هر در واقع اومگای کوچیک عضو اومگا یه عدد نسبت میداد. در واقع مثلا اومگای کوچیک رو میبرد به ایکس اومگا. به این اومگای کوچیک چجوری نگاه میکنیم؟ جورای مختلفی میشه بهش نگاه کرد. میشه بهش گفت خروجی اون یه آزمایش تصادفی، ولی بیشتر از همه من توی فضای فرایندهای تصادفی به این اومگا توصیه میکنم به شکل یک سناریو ممکن، یک سناریو بالقوه نگاه بکنیم. برای من این اومگا یه سناریوه، یعنی همه اتفاقات مختلفی که ممکنه در طول زمان تا اون زمان پایانی مورد نظر ما رخ بده، همه اینا یه سناریو رو تشکیل میده. حالا همه سناریوهای ممکن رو ما ریختیم توی این فضای اومگای بزرگ که فضای بی‌نهایت بزرگ هست، بسیار بزرگه در مدلایی که ما بررسی میکنیم، ولی از نظر ریاضی ما اینطوری بهش نگاه میکنیم، مجموعه ای از سناریوها. و حالا هر متغیر تصادفی یه کمیتی هست که توی هر سناریوی عدد به ما میده و در نتیجه وقتی در مورد فرایندهای تصادفی حالا صحبت میکنیم، یه اندیس تی هم داره اینجا اضافه میشه، یعنی برای هر تی ما یه ایکس تی داریم که از فضای اومگا به آر هست. بنابراین ایکس رو میشه به عنوان یه تابع دو متغیره نگاه کرد، هم میشه به شکل ایکس تی اومگا نوشتش یا به شکل ایکس تی و اومگا، اینا نمادگذاری های مختلف برای یک چیزه. ولی چیزی که خوبه همیشه در ذهن داشته باشیم اینه که در واقع به عنوان یک شیء ریاضی این ایکس یک تابع دو متغیر است، یه متغیر زمان و یه متغیر اون سناریو یا عامل تصادفی که باعث میشه این ایکس تبدیل به یک موجود تصادفی بشه. خب بفرمایید.
خیر نه دیگه هیچ نه میتونه در بعضی بازه های زمانی سوالشون این هست که x باید ثابت باشه یا متغیر. خب عادتا میتونه ثابت نباشه ولی اگر هم ثابت باشه هیچ تناقضی با تعریف ما از یک فرایند تصادفی نداره. به هر حال بله، هم در طول زمان تغییر میکنه و هم نسبت به اون سناریوی ممکن. حالا ما جلوتر هم کتاب یک شکلهای خوبی از خروجی های فرآیند تصادفی داره، هم ما هم شاید توی جلسه های بعد برای فهم بهتر موضوع یه سری شبیه سازی ها و سیمولیشن هایی انجام بدیم برای شما. اما همیشه از فرآیند تصادفی همچین تصویری رو میتونید در ذهن داشته باشید که نمودارش رو اگر رسم بکنیم در طول زمان، این فرض کنیم محور زمان باشه، این خب برای هر سناریو شما یک مسیر یا یک تابع دارین. تصور کنید این مثلا قیمت یه دارایی باشه، قیمت سهام، قیمت چه میدونم یک اوراق بهادار دیگه، قیمت یک ارز در مثلا بازار ارز یا غیره. وقتی من این مسیر رو میکشم یعنی من یکی از بی‌نهایت سناریوی ممکن رو برای اون فرایند تصادفی در نظر گرفتم. ممکن بود مسیر دیگه‌ای محقق بشه، مثلا همچین مسیری رو طی بکنه در واقع اون قیمت، یا نه یه مسیر دیگری رو کلاً طی بکنه و بی‌نهایت مسیر مختلف میشه متصور شد دیگه برای این در واقع فرایند تصادفی. پس به فرایند تصادفی یه جوری که میشه نگاه کرد اینه که یک خانواده ای از همه این مسیرهای مختلفیه که میتونه اون کمیت در طول زمان طی بکنه که بی نهایت هست در واقع. و هر بار که انگار ما یک نمونه از اون فرایند تصادفی میگیریم، انگار دست میکنیم توی اون کیسه ای که پر از سناریوهای مختلف هست، یه سناریو در میاریم و اون سناریو میشه تحقق یا ریالیزیشن یا سمپل. اینا همه اصطلاحاتیه که به کار میره. هر کدوم از اینها در واقع یک نمونه یا سمپل میشه بهشون گفت. بعضی جاها تحقق که حالا من به عنوان ترجمه ای از ریالیزیشن در نظر میگیرم هم میگن، همه اینا به یه معنا به کار میره. یعنی یک سناریو خاص رو بگیریم و ببینیم تو اون سناریو خاص قیمت چه مسیری رو دنبال میکنه. خب این کلیت فرآیند تصادفی. اون مجموعه اندیس های زمانیمون که با تی بزرگ نشون میدیم در قسمت اول درس ما در واقع عمدتا بازه هایی توی اعداد هست. در واقع از منظر اون مجموعه زمان فرآیند های تصادفی دو دسته میشن که ما هم تو این درس به هر دو نوعشون خواهیم پرداخت. فرآیند های در واقع فرآیندهای تصادفی زمان گسسته و زمان پیوسته، دیسکریت تایم و کانتینیوس تایم، که وقتی صحبت از فرآیند گسسته میکنیم یا زمان گسسته منظورمون این هست که مثلا اون مجموعه اندیس های تیمون مثلا یک مجموعه شمارا و گسسته باشه، مثلا اعداد صحیح صرف 1 2 3 الی آخر، انگار که شما دارید در یک مقاطع زمانی به اون مثلا قیمت نگاه میکنید، مثلا قیمت آغازین یک سهامو در روزهای مختلف در نظر گرفتین و اون اندیس تی شما در نتیجه نشون دهنده روزه از اون مبدأ زمانیتون که روز صفره الی آخر. خب این میشه یک فرایند تصادفی زمان گسسته. ولی خیلی وقتا شما گرچه در دنیای واقعی واقعا هیچ وقت تو بازارهای مالی زمان پیوسته نیست، به هر حال تغییراتی که در قیمت مثلا رخ میده اینطور نیست که یک کمیت کاملا پیوسته باشه، بالاخره یک واحد زمانی داره هر بازار مالی که قیمت ها با اون واحد زمانی آپدیت میشه. ممکنه توی بازار امروز اون واحد زمانی خیلی ریز باشه، در حد هزارم ثانیه مثلا باشه، ولی به هر حال یه واحد زمانی هست. اما اونقدر اون واحد زمانی گاهی ریزه که ما با
به عنوان یه تقریب خوب میتونیم فرض کنیم مثلا انگار زمان داره پیوسته تغییر میکنه و این در خیلی از جا کار ما رو راحت خواهد کرد. از بعضی جهات مطالعه فرآیند زمان پیوسته راحت تر از زمان گسسته است، از بعضی جهات پیچیده تر. و به هر حال تو این درس ما به هر دو هم خواهیم پرداخت. توی حالت زمان پیوسته در واقع تی ممکنه توی مثلا یه بازه صفر تا یه زمان سررسیدی باشه، مثلا تا یه تاوی باشه. مثلا وقتی شما دارید مسئله قیمتگذاری یک اوراق مشتقه رو که جلوتر راجبش صحبت خواهیم کرد بررسی میکنیم، اوراق مشتقه یه زمان سررسیدی داره. مثلا شما در نتیجه تا اون زمان سررسید مهم هست مطالعه اون بازار مالی براتون، یا نه ممکن هم از شما اصلا هیچ زمان سررسیدی نداشته باشید و بخواید بازار رو تا زمانی که در واقع برقرار هست بررسی بکنید، اون وقت بازه زمانیتون خواهد شد صفر رو بی نهایت. این هم در واقع فرآیند تصادفی زمان پیوسته رو تشکیل میدن. شروع درس ما با فرآیند زمان پیوسته خواهد بود. البته حالا مثالی از فرآیند زمان گسسته تو این جلسه میزنیم، ولی بعد از در واقع موضوع حرکت براونی و در واقع موضوعات مرتبط با اون ما وارد دسته دیگه از فرآیند تصادفی هم خواهیم شد که فقط فعلا به جهت اینکه اسمش رو شنیده باشین در واقع فرآیندهای حالا اونو بذار جلوتر بگم، آره چون میخوام از جهت دیگه هم فرآیند تصادفی رو دستبندی کنم اونو اونجا بگم بهتر. ولی فعلا اولین نوع فرآیند تصادفی که به طور جدی مطالعهش میکنیم فرآیند حرکت براونی، براونیان موشن خواهد بود که از نوع فرآیندهای زمان پیوسته هست. خب و به نوعی جزء سازنده بسیاری از مدل‌های موجود در بازارهای مالی هست. خب خب اینم که همین توضیحاتی هست که ما ارائه کردیم و بله اینجا سمپلایی از حرکت براونی رو به عنوان مثال رسم کرده که جلوتر تعریفش خواهیم کرد به صورت دقیق. و اینجا هم گفته که در واقع شما در مقاطع زمانی، در یک مقاطع زمانی مشخص ممکنه به اون فرآیند تصادفیتون نگاه بکنید. در اون صورت چیزی که میبینید در واقع این نقاط تلاقی این مسیرها با این مقطع زمانی هست که یه همچین چیزی به شما میده. این مثل این هست که شما یک فرآیند در واقع حرکت براونی رو مثلا در زمانهای حالا خودش گفته یه دهم، دو دهم، مثلا یه دهم یعنی چیه، سه دهم، پنج دهم، هفت دهم، نه دهم داری به مقدارش نگاه میکنی، یعنی x یک دهم، x سه دهم، x پنج دهم، x هفت دهم، x نه دهم، مثل یک در واقع بردار پنجتایی از متغیرهای تصادفی هست. بنابراین به نوعی یک جور بردار تصادفی هست. این بفرمایید بفرمایید. بله ببینید به عنوان مثال حتی وقتی شما دارید یک حرکت براونی رو شبیه سازی میکنید تو کامپیوتر، خب کامپیوتر که اصلا ظرفیت ذخیره سازی کمیت پیوسته رو نداره، شما مجبورید گسسته سازی کنید به اصطلاح اون مجموعه زمانیتون رو. این یه دلیل هست که ما ناگزیر بعضی وقتا باید از پیوسته بیایم به گسسته. یه دلیل دیگه هم همونه که گفتم، بازار مالی هم هیچ وقت زمان توشون پیوسته نیست. اما یه دلیل هم جنبه تئوری داره کاملا، یعنی شما برای مطالعه این زمان پیوسته در واقع ناگزیرید، یکم جلوتر خواهیم دید، بیاید مطالعه کنید مقاطع زمانی گسسته از اون زمان پیوسته رو. ولی خب به هر حال ذاتاً یه چیز پیوسته یه حرکت براونی. اگر هنوز کمی مبهمه یکم جلوتر حتما روشن خواهد شد. بیشتر الان میخواییم کمی سرنخ و انگیزه بدیم برای موضوع. نموداری هم که اینجا رسم کرده حالا طوری که خودش گفته قیمت شاخص S&P هست که شاخص در واقع بورس در آمریکاست توی یک بازه زمانی 7422 روز. خب
که همون نکته که گفتم، چون تعداد روزها اینجا زیاده، با اینکه این یک در واقع نموداره با مقیاس زمانی روزانه است، با پریود روزانه است، یعنی 7000، یعنی این در واقع یک منحنی پیوسته نیست، بلکه 7422 تا نقطه است. منتها اونقدر این بازه زمانی ریز هست که ما اینو به شکل یک تابه پیوسته داریم میبینیم، گرچه خیلی نوسانی و ناهموار هست، ولی به هر حال یه مسیر پیوسته به نظر میاد، چیزی شبیه همین نمونه هایی از حرکت براونی که اینجا دیدیم. بنابراین این خودش نشون میده که چرا مدل های پیوسته تقریب خوبی از واقعیت میتونن باشن در بازارهای مالی. خب اینجا یه مثال مهم زده که از فرایندهای در واقع گسست زمان هست، که تایم سریز یا سری های زمانی در واقع هستن. احتمال داره حالا توی دروس دیگه‌تون اصلا با مفهوم سری های زمانی آشنا شده باشین، ولی سری های زمانی همون در واقع به زبان ساده یه فرآیند تصادفی هستن که مجموعه اندیسشون عدد صحیح باشه. حالا گاهی عدد صحیح نامنفی رو فقط میگیرن، گاهی مثل این مثالی که اینجا نوشته عدد صحیح منفی هم توشون هست، یعنی همه عدد صحیح میشه مجموعه اندیس های ما، و در واقع میشه گفت توسعه موضوع تایم سریز، سری های زمانی، حتی زودتر از مدل های زمان پیوسته انجام شد. بسیاری از انگیزه های اصلی هم میشه گفت از اقتصاد و مالی اومد، ابزار خیلی مهمی هستن توی اقتصاد سنجی، و مدل های سری های زمانی که به نوعی گفتیم فرآیند تصادفی گسست زمان هستن، اینا خیلی هاشون ورژن های پیوسته ای هم در فرآیند تصادفی پیوسته زمان دارن که ما تو درس اشاره خواهیم کرد، ولی تو این مثال فقط به عنوان یه نمونه یکی از معروف ترین این مدل های سری های زمانی رو مطرح کرده، که مدل آرما یا اتورگرسیو مووینگ اوریج، مدل در واقع میانگین متحرک خود برگشتی میتونیم ترجمهش کنیم، هست که واردش نمیخوایم بشیم، ولی فقط جهت این که ببینید چطور یه مدل تایم سریز رو تعریف میکنن، در واقع به این صورت تعریف میشه برای یک فرآیند تصادفی X، و در واقع از یه فرآیند تصادفی Z شروع میشه داستان. یه فرآیند تصادفی Z در نظر میگیرید از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع، اصطلاح IID رو حالا ما هر موقع توی درس به کار میبریم، IID یعنی Identically and Independent and Identically، Independent and Identically Distributed، یعنی مستقل و همتوزیع. یه همچین فرآیند در نظر میگیرن مثل زد، به اسم زد با اندیس تی، و بعد فرآیند ایکس رو از روش به این صورت میسازن که این تتا یک تا تتا کیو یک ضریب های ثابتن، یه پارامترهای ثابتن توی این مدل، و این میشه یه مدل مووینگ اوریج، میانگین متحرک. بعد یک فیچر دیگه هم بهش اضافه میکنن، میشه اوتو رگرسیو مووینگ اوریج. این مثلا یک فرآیند میانگین متحرک مرتبه کیوه، و بعد اگر شما بیایید تو اون فرمول مثلا یه دونه گذشته خود فرآیند ایکس رو هم اضافه کنید، مثلا اینجا در واقع مقدار ایکس توی گام قبلی هم اضافه کردن، اون وقت شما یک فرآیند اتورگرسیو خود برگشتی دارین. حالا ترکیب اینا، یعنی اگر این مدل رو بگیرین، گذشته فرآیند ایکس رو هم بهش اضافه کنید، مثلا ایکس تی بتونه بشه فی یک ایکس تی منهای یک تا مثلا فی پی ایکس تی منهای پی
و بعد این قسمت که به نوعی نشون دهنده همون قسمت تصادفی و نویز هست، این میشه یه مدل آرما، اوتو رگرسیو مووینگ اوریج با پارامترهای پی و کیو. خب این اصلا خارج از موضوع درس ماست، اگر هم الان زیاد متوجه نشدین اشکالی نداره، اما چیزی که فقط میخوایم اینجا ازش دریافته باشیم این هست که به این صورت میشه یک به صورت بازگشتی در واقع یک دنباله x0, x1, x2 الی آخر از متغیرهای تصادفی رو تعریف کرد. طبق یک قاعده بازگشتی این داره از روی گذشته خودش به علاوه یه قسمت تصادفی که خیلی جا بهش میگن نویز در واقع، که اون نویزه خودش اینجا مووینگ اوریجه، باز کاری نداریم بهش، میشه فرآیند رو تعریف کرد. این الان میشه یک فرآیند تصادفی گسسته زمان. بفهمه. بله بله، من چون مطمئن نبودم چیز نکنم، ولی بله به احتمال زیاد همتون با این موضوع آشنا هستین. بله بله خیلی هم خوبه، ولی به هر حال موضوع درس ما نیست. خب این یک مثال، گفتم این در واقع خانواده از مدل‌های بسیار مهمی هستن، مثلا در اقتصاد سنجی. اینجا دو تا سمپل از در واقع دو تا سری از یه سری زمانی XT رو میبینیم. سمت چپی از روی دیتا واقعی به دست اومده، اینطور که اینجا میگه در واقع بازده های لوگاریتمی روزانه شاخص S&P هست، و سمت راستی یک سمپل شبیه سازی شده از مدل اوتورگرسیو مرتبه 1 و 1، یعنی XT به یک روز قبل خودش وابسته است و اون نویز زد. و خب میبینید دیگه ظاهر خیلی شبیهه، یعنی همین داره نشون میده که پس برای مطالعه این سریای زمانی مالی میتونن این مدلای آرما مدلای خوبی باشن. خب حالا من چند تا نکته و مثال هم خودم اضافه کنم اینجا و بعدش دیگه مثال های جدی و تعاریف و اینها شروع خواهد شد. ببینید ما اصلا آخرش تو این درس میخواییم به کجا برسیم و این مدل هایی که ارائه میکنیم قراره چه مسائلی حل کنه، چه پدیده هایی رو مطالعه بکنه. من مثالی که میزنم ممکنه شامل همه کاربردهای فرآیند تصادفی تو مالی نباشه، چون خیلی زیاده این کاربردها، ولی اوناییش که به نظرم مهم بود و الان مطرح میکنم. یکی از اولین و مهمترین کاربردهایی که درس ما خواهد داشت و احتمالاً توی درس مهندسی مالی و مدیریت ریسکتون این رو خواهید دید، بحث قیمتگذاری مشتقات مالی هست یا derivatives pricing. خب اول بگیم derivative ها چی هست، باز این هم احتمالا آشنا هستین باهاش، فقط جهت یادآوری. derivative ها نوعی از اوراق بهادار هستن که قیمتشون و ارزششون در واقع وابسته به یک ورق بهادار دیگه، مثلا یک سهام یا یک اصلا دارایی فیزیکی، مثلا طلا، نفت و غیره ممکنه باشه. معروف‌ترین مثالش هم قراردادهای مثلا قراردادهای آتی هستن، فیوچرها یا قراردادهای اختیار معامله، آپشن ها، که این قراردادها به چه صورت هست. مثلا قراردادهای آتی در واقع دارنده اون قرارداد آتی چیکار باید بکنه؟ میتونه در یک زمانی در آینده یک دارایی رو، دارایی پایه رو که گفتم میتونه دارایی فیزیکی باشه، سهام باشه یا هرچی، به یه قیمت از پیش مشخص شده ای خریداری بکنه. و اینا ابزارهای مالی هستن که حالا غیر از این که مثل هر ابزار مالی دیگه ای برای
سوداوری و نوسانگیری میشه ازشون استفاده کرد، ولی استفاده واقعی که ازشون داره مدیریت ریسکه برای به حال بنگاه هایی که اینا میخوان مثلا مواد اولیه خودشون رو به قیمت از پیش مشخص شده خریداری کنن یا بتونن محصول خودشون رو به قیمت از پیش مشخص شده بفروشن یا بتونن ریسک مثلا بالا رفتن قیمت مواد اولیه محصولات و غیره رو کنترل بکنن. میان از قرارداد آتی که گفتیم یا قرارداد اختیار معامله استفاده میکنن. قرارداد اختیار معامله هم به این صورته که مثلا دارنده اون قرارداد میتونه اگر خواست، اگر دوست داشت، در زمانی در آینده اون محصول رو به اون قیمت مشخص شده تو قرارداد بخره یا بفروشه، ولی این آپشن رو داره که این کارم نکنه، که در نتیجه میتونه بر اساس اینکه در اون زمان آینده قیمت بازار اون محصول چی هست راجع به این موضوع تصمیم گیری کنه. خب این قراردادها سالها بودن تو بازارهای مالی و به صورت تجربی افراد اینها رو قیمت گذاری میکردن و ارزش واقعیشون رو به دست می آوردن که بعد حالا بتونن بر اساس این تصمیم بگیرن قیمت بازارش بیش از ارزش واقعیشه، یعنی اوور ولیوده یا آندر ولیوده، که بر اساس اون بتونن بفهمن ارزش داره بخرن یا نه. ولی در واقع یک دستاورد بزرگی که ریاضیات مالی داشت این بود که مدلی برای در واقع قیمت دارایی ارائه کرد و توی اون مدل به صورت کاملا استدلالی و ریاضیاتی فرمولی برای قیمت این اختیار معامله به دست آورد که در واقع حتما به گوشتون خورده، فرمول بلک شولز، که البته من نمیدونم اینو درست نوشتم یا نه، همیشه اینو اشتباه می نویسم. کسی میدونه اینجوری بود یا اینجوری بود یا اصلا نه این خیلی آشنا نیست؟ بلک شولز، حالا فعلا اینطوری می نویسیمش. و در واقع بعدن این در واقع باید کامل ترش اینه که بلک شولز مرتون، چون مرتون هم به طور همزمان با این دو نفر تقریبا همون نتیجه رو به دست آورده بود و بعدن این افراد در واقع نوبل اقتصاد می گیرن به دلیل ابداع این روش و این نگاه به در واقع مسئله قیمتگذاری مشتقات. و این یکی از نقاطی هست که ما تو این درس میخوایم به سمتش حرکت بکنیم، اما گفتم در واقع جزء سرفصل این درس خود این موضوع نیست، ما به نوعی میخوایم ابزارها و پیشنیازهای این موضوع رو فراهم کنید که خودتون دیگه تو دروس دیگه‌تون یا اصلا خودتون برید مطالعه کنید. ما در واقع ابزار ریاضی که نیاز هست تا اون مدل بلک شولز رو و اون فرمول بلک شولز رو آدم بفهمه و باش بتونه کار کنه رو تو این درس خواهیم گفت. در واقع نقطه شروع اون هم مدل سازیه، در واقع اون مثلا قیمت دارایی پایه هست. وقتی شما مدلی برای قیمت دارایی پایه داشته باشی، underlying به اصطلاح بهش میگن، اون وقت توی اون مدل میتونی چیکار بکنی؟ یه فرمولی بدی برای قیمت هر دریویتیوی، هر مشتقی از اون دارایی پایه، دریویتیو. و مدلی که خود بلک شولز اولین بار ارائه کردن، البته قبل از اونها هم توسط افراد دیگه در مالی این مدل پیشنهاد شده بود، از جمله ساموئلسون فکر میکنم اولین بار، مدل برانیان موشن هست. و به همین دلیله که برانیان موشن خیلی جایگاه مهمی داره در موضوع مهندسی مالی و ریاضیات مالی. و البته گرچه بعدها خب مدل دقیق‌تر اگه بخوایم بگیم البته جیومتریک برانیان موشن که یکی از در واقع یک اصلاح شده در واقع به نوعی حرکت برانی، از رو حرکت برانی به دست میاد، اینا رو ما همه رو خواهیم دید دقیق. گرچه مدل پیشنهادی خوبی بود برای شروع کار، ولی بعدها اصلاحات و در واقع تعمیم‌های مختلفی از این مدل داده شد که
امروزه هم خیلی از حجم بزرگی از کار تحقیقاتی که تو حوزه ریاضیات مالی و مهندسی مالی انجام میشه بهبود اون مدل های قیمت هست، یعنی در واقع بهبود همون مدل های مبتنی بر برانیان موشن که اون تعمیم هایی هم که گفتیم اگرچه دیگه متفاوتن با برانیان موشن ولی همه مبتنی بر برانیان موشن هستن. و ابزارهای ریاضی خیلی مهمی که اینجا در واقع وجود داره و ما تو این درس بهشون خواهیم رسید، یکیش حسابان تصادفی هست، استوکاستیک کلکولس، با عناوین دیگه ای هم البته شناخته میشه، مثلا آنالیز تصادفی هم بعضی جاها به این میگن. که چون در واقع پایه‌گذار این حوزه ریاضیدانی بوده به اسم ایتو، به این حوزه ایتو کلکولس هم میگن، که به عنوان مثال خیلی چیزا به اسم ایتو هست تو این حوزه، از جمله یکی از معروفترین ابزارها، مهمترین ابزارها که ما تو این درس خواهیم دید، فرمول ایتو، ایتو فرمولا. و ایتو اینتگرال، روشی که در واقع اجازه میده ما بتونیم نسبت به فرآیندهای تصادفی انتگرال گیری رو انجام بدیم. اینا در واقع میشه گفت رسیدن به این ابزارها هدف اصلی بخش اول درسمون هست که مبتنی بر همین کتاب Elementary Stochastic Calculus از آقای میکوش خواهد بود. بفرمایید بفرمایید. دقیقا، بله بله بله، مدل بلکشورت اصلا بر اساس حرکت براونی تعریف شده. بله، خب این یک مقدمه. اما برای اینکه این تصور پیش نیاد که همه کاربردهای فرآیندهای تصادفی در مالی همین هست و هدفش مثلا قیمتگذاری اختیار معامله هست، من مثالهای دیگه هم از کاربردهای فرآیند تصادفی میخوام بزنم که اونا انواع دیگه ای از فرآیندهای تصادفی هست که تا حدی که وقتمون در این درس اجازه بده ما به اونها هم خواهیم پرداخت. پس این از قیمتگذاری مشتقات. خب یه تقسیم بندی دیگه که میشه از فرآیندهای تصادفی انجام داد بر حسب این هست که اون متغیر XT مقادیرش تو چه جور فضایی هست. تو مثالایی که تا اینجا زدیم XT یه عدد حقیقیه دیگه، گفتیم دیگه XT از اومگا به R بود. خب کلن مقدار XT رو بهش میگن وضعیت سیستم، و البته این نامگذاری از اونجا میاد که فرآیندهای تصادفی خیلی جا برای مدل سازی سیستم های فیزیکی و طبیعی و انسانی و همه اینا استفاده میشن. به عنوان مثال خیلی وقتا موقعیت یک ذره رو شما میتونی تو فیزیک به صورت یک فرآیند تصادفی مدل سازی بکنی، یا میتونی جمعیت یک گونه ای رو به صورت یک متغیر تصادفی مدل سازی بکنی که این یه تعاملی با مثلا سایر گونه ها داره و یک عوامل تصادفی هم رو جمعیت این تأثیر میذاره. این یه نمونه. یا مثلا در واقع سیستم های مهندسی، وضعیت یک ماهواره در فضا این وضعیتش رو به دلیل اون نویزایی که وارد میشه بهش خب کاملا قابل پیش بینی نیست و همیشه یه عامل تصادفی توش وجود داره. به همین دلیل اصطلاح وضعیت سیستم که خیلی وقت تو فرآیندهای تصادفی به کار میره از اونجا میاد، استیت اون سیستم. و دیگه وقتی ما توی مالی هم از فرآیندهای تصادفی استفاده میکنیم به این همون استیت ممکن هست بگیم، یا توی اقتصاد سنجی هم همینطور هست، مثلا مدل های استیت اسپیس در واقع با همین ایده هستن که اون سیستم مثلا اقتصادی، اون پدیده اقتصادی، اون پدیده مالی یه استیتی داره، یک وضعیتی داره. خب حالا گاهی اوقات اون وضعیت یه عدد حقیقیه، کمیت پیوسته است، گاهی اوقات یک کمیت گسسته است. بنابراین فرآیند تصادفی از این نظر هم میشه تقسیم بندی کرد که وضعیتشون پیوسته است، یا دقیق تر اگه بخوایم بگیم فضای وضعیتشون، استیت اسپیسشون فضای وضعیت
پیوسته باشه یا فضای وضعیتشون گسسته باشه. خب وقتی شما یه بازار مالی رو مثلا قیمت‌های سهام رو مطالعه می‌کنید، اون قیمت‌های مثلا همه سهام‌های موجود تو بازار میشه وضعیت اون، و خب چون قیمت ما کمیت پیوسته فرض می‌کنیم، این فضای وضعیت پیوسته است. گرچه باز قیمت هم مثل زمان در واقع پیوسته نیست، چون هر قیمت هر دارایی تیک سایزی داره به اصطلاح، که مثلا چه میدونم یه ریال یه ریال تغییر میکنه دیگه، کسری از ریال که قیمت نمیتونه تو بورس تغییر بکنه. اما باز چون اون نسبت به خود قیمت دارایی معمولا عدد خیلی کوچیکیه، راحت تر هستیم و بهتر هست که اصلا فرض کنیم یه کمیت کاملا پیوسته است، یعنی میتونه کسری هم باشه. بنابراین معمولا قیمت ها در واقع مدل های وضعیت پیوسته براشون ارائه میشه. ولی مثلا مدل های وضعیت گسسته چجور مدل هایی هستن؟ مثلا یک نمونهش مدل های مثال مدل های رژیم سویچینگ به اصطلاح هستن، که شاید اینا رو شنیده باشن دوستان. مدل های رژیم سویچینگ یا مارکوف رژیم سویچینگ اگه بخوایم کامل تر بگیم، اینا مدل هایی که مبتنی بر این ایده هست که مثلا بازار رژیم های مختلفی داره. خب مثلا حالا اصطلاحی که شاید شنیده باشین، بازار مثلا میگن بولیشه یا بریشه. خب وقتی میگن بولیشه یعنی مثلا قیمت ها صعودیه، وقتی بریشه مثلا قیمت ها یا افت میکنه یا خیلی صعود نمیکنه. اینا انگار دوتا رژیم در بازارن. خب حالا شما ممکنه رژیم های دیگه برای مدل سازی بازار پیشنهاد کنی، مثلا بگی نه مثلا بازار های ولاتیلیتی و لو ولاتیلیتیه، مثلا نوسانات بالاه یا نوسانات پایینه. این هم یه ایده دیگه است برای اینکه رژیم های مختلفی تو بازار فرض بکنیم. و اون وقت یه استیتی ما برای بازار فرض میکنیم که مثلا بولیش یا بریشه، یا های ولاتیلیتی یا لو ولاتیلیتی، یا هزار جور چیز دیگه میشه تصور کرد. و اون استیت در واقع فضای استیت دیگه اینجا یه مجموعه گسست است، و اون XT اینجا میشه استیت بازار، وضعیت بازار. و این XT مثلا بین بولیش و بریش داره حرکت میکنه، مثلا هر روز که بولیش باشه فرداش هم ممکنه بریش باشه هم ممکنه بولیش باشه. ولی مثلا شما ممکنه بگی اگه امروز بولیش باشه مثلا فردا به احتمال مثلا 20% بریشه، به احتمال 80% همون بولیش میمونه. مثلا اگه بریش باشه مثلا فردا به احتمال 40% بولیشه، به احتمال 60% همون بریش میمونه. خب یه همچین مدل هایی که اینها هم فرآیندهای تصادفی مهمی هستن، اینا رو بهشون میگن فرآیندهای مارکوف یا زنجیرهای مارکوف. پس نوع دیگه ای از فرآیندها که ما تو این درس هر چقدر وقت بشه بهشون خواهیم پرداخت، در واقع فرآیندهای مارکوف هستن یا زنجیرهای مارکوف، هر دو به کار میره. مارکوف چین ها. بله بفرمایید. بله اونش خیلی فرق نداره. معمولا وقتی ما میخواییم مدل رو معرفی کنیم عدد میذاریم این استیتا رو، استیت 0 1 2 3 4 یا ABCD، که بشه تو هر وضعیت کلی استفاده کرد ازش. یعنی اون تئوری ریاضی که ما برای مارکوف چین ارائه میدیم اصلا کاری نداره. شما بولیش بریش داری فرض میکنی، های ولاتیلیتی لو ولاتیلیتی، یا اصلا هر نامگذاری دیگه، یعنی نامگذاری خیلی توش مهم نیست. برای من خیلی وقتا راحت تریم عدد فرض بکنیم. مهم اینه که شما از روی داده های واقعی اولا بتونی تخمین بزنی این عددا رو، 80% 20% اینا رو، و بعدش وقتی اینا رو تخمین زدی حالا بتونی بر اساس این پیش بینی کنی آینده سیستم و برای به آینده سیستم حرفای آماری بزنی، چون دیگه حرفای قطعی نمیشه زد. این مدل ذاتاً تصادفیه. یک مثلا کاربرد دیگه ای که از مارکوف چینا هم وجود داره باز تو فضای مالی، تو بحث ریسک اعتباری هست، در کردیت ریسک. اونجا هم ببین توی کردیت ریسک، ریسک اعتباری، مسئله توی در واقع رتبه بندی اعتباری، کردیت ریتینگ، میان چیکار میکنن؟ یه مؤسساتی هستن اینا میان
و شرکت های سهامی رو رتبه‌بندی اعتباری میکنن، اوراق یا اوراق بهادارشون رو، مثلا سهامشون رو یا اوراق مثلا قرضه‌ای که منتشر میکنن، اینا رو رتبه‌بندی اعتباری میکنن. مثلا چه میدونم رتبه هایی هم که به کار میبرن همچین چیزایی معمولا، مثلا سه آ و نمیدونم دو آ و آ و بی و نمیدونم دو بی و بی و همچین چیزایی که اینا مثلا دیگه بهترین رتبه های اعتباری هن، هرچی میاد پایین بدتر میشه دیگه، مثلا دی یعنی شرکت ورشکسته دیگه، بدترین رتبه ممکن هست. که خب به هر حال تو کشورهایی مثل کشور توسعه یافته خب اونجا هستند سال هاست این مؤسسات رتبه بندی، تو کشور ما هم چند ساله که ایجاد شدن، وجود دارن و رتبه بندی میکنن. حالا بعد یه مسئله مهم اینه که این رتبه اعتباری شرکت ها در سالهای مختلف تغییر میکنه. مثلا یه شرکتی پارسال سه آ بوده امسال میشه دو آ، یا آ بوده میشه مثلا دو بی میشه بی. و چیزی که میان مطالعه میکنن اینه که این تغییر وضعیت شرکت ها، تغییر وضعیت اعتباری شرکت ها مثلا با چه قانون های آماری رخ میده. مثلا از شرکتی که سه آه چقدر احتمال داره سال بعد رتبهش بشه آآ، چقدر احتمال داره مثلا بشه آ، اونی که آآه مثلا بشه آ، اونی که آه بشه بی مثلا، و همینطور الاخر. و این باز وضعیتی که داره این مدل، اگه این احتمال رو مشخص کنیم، یه دونه زنجیر مارکوف هست، یک مارکوف چین میشه دوباره. این هم یه کاربرد دیگه باز مارکوف چین هاست که در فضای مالی وجود داره. و البته این مدل ها رو همه رو میشه با هم ترکیب کرد. مثلا مدل برانیان موشن وقتی ترکیب میشه با مدل های مارکوف چین، یعنی شما فرض میکنی بازار یه وضعیتی داره، این به علاوه برانیان موشن، مثلا فرض کنید بازار هر لحظه وضعیتی داره و یعنی یه رژیمی داره، و تو اون رژیم مثلا قیمت از یک برانیان موشن تبعیت میکنه، ولی پارامترهای اون برانیان موشن به اون رژیم وابسته است. اینا اون وقت میشن مدلای رژیم سویچینگی که اسم بردم ازشون. معمولا تو مدل رژیم سویچینگ غیر از اینکه خود رژیم رو در نظر میگیرن، میگن که تو هر رژیم حالا قیمت ها چجوری تغییر میکنه. برای مثلا تو رژیم های ولاتیلیتی مثلا قیمت خیلی نوساناتش زیاده، مثلا فرض کن تو این بازه زمانی رژیم های ولاتیلیتیه، اینجا مثلا رژیم بازار عوض میشه، میشه لو ولاتیلیتی. اینجا مثلا وقتی این اتفاق میفته اون حرکت تصادفی رو داره قیمت، ولی با ولاتیلیتی کمتر، تغییرات ملایم‌تره، تا اینکه مثلا دوباره رژیم تغییر میکنه، رژیم بازار، و دوباره های ولاتیلیتی میشه مثلا. خب و نکته خیلی مهم اینجا اینه که شما چیزی که میبینید فقط قیمت هاست، جایی تو بازار رژیم رو اعلام نمیکنن، چون اصلا رژیم یه چیز نهفته و پنهانیه. شما باید از روی دیدن قیمت بیای اون رژیم رو پیدا بکنی. بنابراین یه مسئله اینجا مطرح میشه که مسئله خیلی مهمی است توی مارکوف چین ها، بهش میگن هیدن مارکوف مدل ها، یعنی تشخیص رژیم بازار از روی قیمت ها. خب که بتونی از روی دیدن این نمودار بگی که اینجا مثلا رژیم بازار لو ولاتیلیتیه، یا اینجا های ولاتیلیتی، یا اینجا بولیشه مثلا، اینجا بیریشه، که این میشه مسئله هیدن مارکوف مدل ها. که این هم دیگه هر چقدر که درس وقت به ما اجازه بده بهش خواهیم پرداخت. و دیگه باز نوع دیگه ای از فراینده که اونا هم خیلی جاها به کار میره، مثلا یکی از جاهایی که به کار میره توی مدل سازی به اصطلاح میگن میکرو استراکچر، ریز ساختار بازار، میکرو استراکچر مارکت، میکرو استراکچر. ببینید اون چیزی که ما از بازار مالی به عنوان یک قیمت، به عنوان شاخص قیمت معرفی میکنیم، این برایندی از تعاملات بازیگران اون بازاره، یعنی خریدارا و فروشنده ها که از وقتی بازار باز میشه میان
سفارش میذارن، میرن تو صف خرید، تو صف فروش، این سفارش ها انجام میشه، با هم مچ میشه، معامله انجام میشه و این در واقع یه عددی نهایت به عنوان قیمت اون لحظه داره بیرون میاد، در حالی که اون عدد توصیف کننده همه اتفاقاتی که تو اون بازار میفته نیست. اون اتفاقات واقعی که تو بازار میفته در واقع همون سفارش های خرید و فروشیه که میاد و معامله هایی که بر اساس اون سفارش ها در لحظه داره، مثلا هزاران معامله توی بازار بزرگ انجام میشه. اون اتفاقاتی که داره، اتفاقات ریزی که داره تو بازار میفته که منجر به یک برایندی به اسم قیمت میشه، اونا رو میگن میکرو استراکچر بازار. و خب این حوزه هم از حوزه‌های فعال هست توی مالی و سوال اینه که ما اینها رو چطور مدل بکنیم. اینجا دیگه یه اتفاقات ریزی داره تو بازار میفته، مثلا خریداران جدیدی که میان سفارش میذارن اینو چطور مدل کنیم، فروشنده های جدیدی که میان سفارش میذارن با چه قیمتی سفارش میذارن، و اینجا انواع و اقسام فرآیند های تصادفی از جمله فرآیندی که تا اینجا معرفی کردیم میاد تو کار. یعنی برای مدل سازی ریز ساختار بازار شاید مجبور بشیم از چند فرآیند تصادفی برای ورود مثلا خریدارا و فروشنده ها، برای قیمتی که پیشنهاد میکنن، برای معامله هایی که مچ میشه با هم و غیره، همه اینها برای همین رو باید مدل های مختلف بریم. یکی از مدل هایی که اینجا باز مثلا میاد مدل های پواسونی هست، فرایند پواسون یا پواسون پروسس، که این رو هم در درس خواهیم دید. و فرایند پواسون در واقع فرایندیه که معمولا برای مدل سازی رویدادایی که در طول زمان رخ میده، رویدادای گسسته‌ای که در طول زمان رخ میده ولی زمانمون پیوسته است، استفاده میشه. یعنی چی؟ مثلا شما میخوای بگی که این محور زمانت هست و میخوای بگی که در طول زمان کجاها مثلا مشتری جدید وارد بازار میشه، مثلا این علامتایی که میذاریم زمانهایی هست که یه مشتری جدید وارد میشه و این زمانها کاملا تصادفی قراره باشه، قابل پیش بینی نیست که خریدار بعدی کی میاد مثلا. و فرآیند پواسون مدلی برای این پدیده ارائه میده. خب باز داستان همون داستان سابقه، وقتی شما مدل ارائه میدین تازه بعدش باید برید پارامترهای اون مدل رو بر اساس داده های واقعی فیت بکنید و بعدش هم بعد با اون پارامتر فیت شده آینده رو پیش بینی بکنید و جلو برید. بنابراین فرآیند پواسون هم بازی دسته ای از فرآیند تصادفی هستن که راجبشون صحبت خواهیم کرد. حالا دیگه مطالعه فرآیند تصادفی رو به طور جدی شروع میکنیم و گفتم هدف اولیه‌مون در واقع تعریف براونیان موشن یا حرکت براونی هست و بعد ابزارهای دیگه‌ای که گفتیم در حسابان تصادفی نیاز خواهیم داشت. سوال اول که باهاش مواجه هستیم اینه که ما اصلا یک فرآیند تصادفی رو چطوری معرفی کنیم؟ الان شما می‌خواید یه فرآیند تصادفی رو معرفی کنید، بگید که این فرآیند رو می‌خواید تمایز بدید از یه فرآیند دیگه. اینا رو ما چطوری اصلا می‌تونیم تعریف بکنیم؟ برگردیم به متغیرهای تصادفی. ما متغیرهای تصادفی رو چطور معرفی میکردیم؟ اگه یادتون باشه متغیرهای تصادفی رو چند جور میتونستیم معرفی کنیم. ممکن بود با مثلا تابع توزیع تجمعیشون معرفیشون کنیم، تابع توزیع تجمعی، Cumulative Distribution Function یا CDF به اختصار، که این چی میگفت؟ وقتی یه متغیر تصادفی x داشتیم به ما میگفت که مثلا با f معمولا نشونش میدادیم، میگفت که مثلا f x چی بود؟ احتمال این بود که اون متغیر x ما کوچیک‌تر مساوی x باشه، مقدارش کوچیک‌تر مساوی x کوچیک باشه. اینجا x کوچیک یه عدد ثابته ولی x بزرگ همون متغیر تصادفی مونه دیگه. و این CDF میشد شناسنامه اون متغیر تصادفی، که خب میدونیم خواصشو دیگه، یک تابع مثلا سعودی بود که در بی نهایت به یک میل میکرد، تو منفی بی نهایت صفر بود. این میشد در واقع
شناسنامه اون متغیر تصادفی. یا یک کار دیگه که راه جایگزین دیگه تابع چگالی بود در صورتی که وجود داشت برای متغیر تصادفی پیوسته، مثلا اف ایکسی بود که مشتق اون تابع توزیع تجمعی بود اگه مشتق پذیر می بود. این تابع چگالی معناش چی بود؟ تابع چگالی که دیگه همیشه نام منفی بود اینجوری بود که مثلا می گفت احتمال، به نوعی چگالی احتمال بود، یعنی می گفت احتمال تجمع در نزدیکی این نقطه چقدره. یعنی به نوعی مساحت زیر این نمودار تابع چگالی میشد احتمال. که این probability distribution، probability density function ببخشید، این هم cumulative distribution function، CDF و PDF. اینا دو راه مختلف برای معرفی یک متغیر تصادفی بود دیگه. حالا وقتی میایم در مورد در واقع فرایندهای تصادفی صحبت میکنیم کار کمی پیچیده میشه، چون گفتیم فرایندهای تصادفی یک خانواده ای از چی هن؟ متغیرهای تصادفی هن که اون بی نهایت تا اندیس مختلف میتونه داشته باشه دیگه، مثلا تی عضو صفر رو بی نهایت فرض کنیم باشه، بی نهایت متغیر تصادفی مختلف داریم. خب به طور همزمان ما این های متغیر تصادفی رو چطوری میتونیم مثلا معرفی کنیم؟ میتونیم تابع توزیع یک تک تکشون رو معرفی کنیم، ولی اون کافی نیست. چرا؟ باز یادآوری کنیم از در واقع احتمال مقدماتی راجع به متغیرهای تصادفی توأم. متغیرهای تصادفی توأم جوینت که اینا چی بودن؟ وقتی شما چند تا متغیر تصادفی در کنار هم دارین، اینجا از نوتیشن خود کتاب استفاده کنیم، بله، وقتی شما مثلا xn تا متغیر تصادفی دارین، x1 تا xn، بذار اینجا فرض ایندیپندنس n تا متغیر تصادفی داریم x1 تا xn. ما این انتا رو در کنار هم چطوری میتونیم معرفی کنیم؟ دقت کنید اگه ما تابع توزیع هر کدوم از اینا رو بگیم به تنهایی این کافی نیست. چرا؟ چون که ممکنه اینا مستقل باشن، ممکنه وابسته باشن، اون ساختار وابستگی این متغیرهای تصادفی به هم اصلا در توزیع تک تکشون منعکس نشده، شما باید یه جوری توزیع توامشون رو در نظر بگیرید. که این کار رو با چیزی شبیه تابع توزیع توام انجام میدادیم، در واقع کل این x1 تا xn رو می‌ریزیم توی بردار x بزرگ. خب این میشه یک بردار تصادفی، random vector به جای random variable. خب و بعد یه تابع توزیع توام تعریف میکنیم fx1 تا xn که این قراره چی رو نشون بده؟ این fx1 تا xm قراره در واقع اینو نشون بده، احتمال اینکه اون اولین متغیر تصادفی کوچیک‌تر مساوی x1 باشه تا n-امی کوچیک‌تر مساوی xn باشه. دیگه تابع n متغیر است، رسم نمودارش سخته، ولی به هر حال همه اطلاعات مرتبط با اون بردار تصادفی x1 تا xn یا توزیع توأم این x1 تا xn تو این خلاصه شده، پس این میشه شناسنامه اون بردار تصادفی. خب و حالا از اینجا میخوایم برسیم به فرآیندهای تصادفی. اوکی، که هست اینه که اگه شما توزیع توأم این xt ها رو، هر دوتایشون و هر ستایشون و چارتایشون و پنجتایشون و دهتایشون و ستایشون، هر انتایشون رو اگه داشته باشی، دیگه همه چیز راجع به اون فرآیند تصادفی رو شما میدونی. بنابراین یه مفهومی میاد وسط به عنوان توزیع های متناهی بود به اصطلاح، که finite dimensional distributions اینجا finite dimensional distributions. حالا کتاب مخفف کرده اینجوری فیدیز، ما نمیتونیم ولی مخفف فارسی خوبی براش بده نکردم، توزیع های متناهی بعده.
اون فرآیند تصادفی بهش میگیم، که یعنی چی؟ یعنی شما بیا هر ان تا مقطع زمانی مختلف رو بگیر، برای هر ان یه تی یک تا تی ان بگیر عضو مجموعه زمان ها، و این ایکس تی یک تا ایکس تی ان رو در کنار هم بذار، توزیع توام اینا رو معرفی کن. اگه شما برای همه تی یک تا تی ان های مختلف این توزیع رو معرفی بتونی بکنی، خب فرآیند تصادفی رو به طور کامل معرفی کردی. پس اینو بخوایم خلاصه کنیم در چند جمله گویا، میتونیم اینجوری بگیم یک فرآیند تصادفی را میتوان توسط توزیع های متناهی بعد آن، این اصطلاح بعد اینجا اگر نمیدونید چیه، چرا میگیم بعد؟ به خاطر اینکه وقتی شما یه متغیر تصادفی داری، انگار یک کمیت یه بعدی داری. وقتی یه بردار تصادفی انتهایی داری، انگار یه کمیت ان بعدی داری دیگه. ولی وقتی یک فرایند تصادفی داری برای تی های عضو صفر و بی نهایت، چون این تی بی نهایت مقدار مختلف داره، انگار شما یه کمیت بی نهایت بعدی داری. برای فرآیند تصادفی ذاتاً بی نهایت بعدی هست، ولی این توزیع متناهی بعد به ما کمک میکنه که بتونیم اونا رو به یک نحو قابل بیانی در واقع توصیفشون بکنیم دیگه. توسط توزیع متناهی بعد آن معرفی کرد، که منظور از توزیع متناهی بعد چیه؟ توزیع های متناهی بعد در واقع همچین چیزایی هستند، برای هر n و هر t1 تا tn عضو اون مجموعه زمان ها، اندیس های زمانیمون، این بردار xt1 تا xtn، توزیع این رو بهش میگیم در واقع یک توزیع متناهی بود. یه توزیع n بودیه دیگه، یعنی یک توزیع روی r به توان n میتونیم تصور کنیم. خب اما همچنان ممکنه با خودتون فکر کنید این دیگه چه چیز عجیب و غریبیه، ما بیایم برای همه n ها و همه t یک تا t n ها این توزیع رو معرفی کنیم، مثلا تابع توزیع تجمعیشو بدیم، این خیلی کار سختی هست. یا حتی به جای تابع توزیع تجمعی، تابع چگالیش هم باز بخوایم بدیم، به هر حال بی نهایت امکان مختلف داره دیگه این n و این t یک تا t n. بنابراین همچنان این راه هم راه سختی به نظر میاد برای معرفی یک فرآیند تصادفی. خب حالا اینو در ذهن داشته باشیم، ولی الان میخوایم یک نوع خاصی از فرآیند تصادفی رو معرفی کنیم که اتفاقا حرکت برانی هم از همین نوع هست، که اینها رو ما با یک ساختار خیلی ساده تری میتونیم معرفیشون کنیم و به اصطلاح اسپسیفایشون بکنیم در واقع. و اونها چی هن؟ فرآیند های گاوسی هستن، گاوسیان پروسس. گاوسیان پروسس ها خیلی پرکاربردن در همه احتمال فرآیند های تصادفی و در رشته های مختلف، ولی به طور خاص در درس ما هم چون حرکت برانی یکی از این خانواده است، خانواده فرآیند های گاوسیه، اینا مهم میشن. خب برای اینکه فرآیند گاوسی رو معرفی بکنیم، باید قبلش یه یادآوری سریع از متغیرهای تصادفی نرمال داشته باشیم. یادآوری متغیرهای تصادفی نرمال، تک متغیره و چند متغیره. حالا تک متغیرش که دیگه همه بلدین، چند متغیرش هم قاعدتاً جزء پیش‌نیازهای درسمون هست، ولی یه یادآوری سریع می‌کنیم. متغیرهای تصادفی نرمال رو خیلی جا میگن متغیرهای گاوسی، برای همین فرآیند گاوسی ارتباطش با بحث نرمال ها همینه. خب فرآیند گاوسی رو یادآوری کنیم، متغیر تصادفی گاوسی رو. اولا متغیر تصادفی گاوسی متغیره رو خب با تابع چگالیش ما معرفی میکردیم دیگه. تابع چگالیشون کجاست؟ بله ان، بله اینجاست. متغیر تصادفی نرمال تابع چگالیش اینه. خب
شکل نمودارش هم که همتون دیدین یک همچین موجودیه. به دلایل مختلف در احتمال خیلی مهمه توزیع نرمال که نمیخوایم اینجا راجبش صحبت کنیم، ولی یکی از اونها قضیه حد مرکزی یا سنترال لیمیت تئورم هست که به ما میگه میانگین یه تعدادی متغیر تصادفی دلخواه با هر توزیع. وقتی شما میانگین بگیرین از سمپل های یک توزیع دلخواه، این تقریبا نرمال میشه و هرچی تعداد سمپل ها رو بیشتر کنید، این میانگینه توزیعش نزدیکتر میشه به توزیع نرمال. این یکی از دلایلیه که چرا توزیع نرمال اینقدر تو احتمال ظاهر میشه. این سمت چپی تابع چگالی توزیع نرمال، سمت راستی تابع توزیع تجمعیشه که خب گفتیم دیگه تابع چگالی مشتق توزیع تجمعیه، یا برعکس توزیع تجمعی انتگرال تابع چگالیه. این قله تابع چگالی نرمال همیشه میشه همون میانگینش، حالا اینجا میانگینه صفره و پهنای این قله هم در واقع به نوعی انحراف معیار یا سیگما یا متغیر تصادفیه. در حالت کلی این شکلیه، دو تا پارامتر داره، میو که میانگینشه، سیگما که انحراف معیارشه. معمولا سیگما دو که واریانس هست رو میذارن توی این نماد. هر موقع می نویسیم N میو سیگما دو، منظورمون متغیر تصادفی نرمال یک متغیر است با میانگین میو و واریانس سیگما دو. تابع چگالیش هم اینه، یک تقسیم بر رادیکال دو پی سیگما ای به توان این موجود. میو اینجا ظاهر میشه، میانگینه دیگه، همون قله توزیعه. هرچی سیگما بزرگتر بشه این پهن‌تر میشه نمودارش. خب این یادآوری توزیع نرمال یک متغیره. و اما توزیع نرمال چند متغیره؟ توزیع نرمال چند متغیره با تابع چگالی چند متغیرش معرفی میشه. تابع چگالی چند متغیره چیه؟ ببین وقتی شما تابع توزیع تجمعی چند متغیره رو معرفی کنی، اگر n بار مشتق بگیری نسبت به همه متغیراش میشه تابع چگالیه توام n متغیره، یا برعکس اگر از تابع چگالیه توام n متغیره n بار انتگرال بگیری میشه تابع توزیع تجمعی n متغیره. با داشتن هر کدوم از اینا اون یکی ها رو میشه به دست آورد. حالا میتونیم تابع چگالی توام یک n تا متغیر تصادفی نرمال رو معرفی کنیم. این فرمول خیلی پیچیده است، انتظار ندارم حفظ باشین چون خودم هم حفظ نیستم، همیشه باید بیام فرمولش رو نگاه کنم تا یادم بیاد، ولی کلیتی از این فرمول رو خوبه در ذهن داشته باشین. ببینید اینو بیایم مقایسه بکنیم با توزیع نرمال یه متغیره. توزیع نرمال یه متغیره این شکلی بود، یک تقسیم بر رادیکال دو پی در سیگما ای به توان منفی یک دوم ایکس منهای میو به توان دو، یعنی منفی یک تقسیم بر دو سیگما دو. بله همین چیزی بود. ببینید چه اتفاقی افتاده، این رادیکال دو پیه شده دو پی به توان n دوم، اینجا n مساوی 1 دیگه که خب تعمیم همونه دیگه. این سیگما اینجا اولا تبدیل شده به یه ماتریس دیگه. خب سیگما ماتریس n در n که نشون دهنده چیه؟ قبلا سیگما کوچیک انحراف معیار بود، استاندارد دیویشن اون متغیر نرمال بود. اینجا سیگما ماتریس کوواریانس بهش میگن، یا بعضی جا هم میگن ماتریس واریانس کوواریانس، چون هم واریانس ها توش هست هم کوواریانس ها. یعنی چی؟ یعنی این سیگما رو که شما بنویسید رو قطرش واریانس هاست، واریانس تک تک اون انتا متغیره. جای دیگه هم سیگما آی جی هاست، مثلا سیگما دو یک، سیگما 3 1 تا سیگما n 1، از این طرف هم سیگما 1 2 تا سیگما 1 n. کلن درایه در واقع سیگما i 2 درایه رو قطر این میشه واریانس اون آیومین متغیر. ما الان یه دونه چی داریم؟ بردار انتایی از متغیرهای نرمال داریم. و سیگما i j چی میشه؟ سیگما i j میشه کوواریانس xi و xj.
پس این ماتریس هم شامل واریانس های ایکس آی است، هم کوواریانس های دو به دوشون با هم دیگه. این سیگما تبدیل شده به سیگمای بزرگ. بنابراین چیزی که قبلا تو مخرج سیگما بود اینجا شده رادیکال دترمینان این سیگما، که در حالت یه بودی همون میشه دقیقا. این هم از این. ای به توان منفی یه دوم، این ایکس منهای میو به توان دو تقسیم بر دو سیگما دو تبدیل به این موجود شده. ایکس منهای میو که یه بردار انتاییه ضرب در وارون ماتریس سیگما. ماتریس سیگما تو حالت یه بودی همون سیگما دو است، برای همین قبلا تو مخرج بود اینجا شده وارون. ضرب در ایکس منهای میو پریم، این علامت پریم اینجا همون ترانهاده یا ترانسپوز دیگه. ایکس منهای میو یه بردار سطریه، ضرب در یه ماتریس مربعی میشه، ضرب در یه بردار ستونی میشه. این حاصلش میشه یه عدد، بنابراین این کلش یه عدده و ای به توان اون میرسه. خب فرمول پیچیده ایه. حالا ما هم توی درس نیازی به کار کردن با این فرمول نداریم. ما با ویژگی های معروف و جا افتاده توضیح نرمال که اشاره خواهم کرد فقط کار میکنیم، که همه اون ویژگی ها از روی این فرمول اثبات میشن، ولی ما خودمون دیگه نیازی به کار کردن با این فرمول فکر نمیکنم داشته باشیم. خب این یک مرور سریع روی متغیرهای تصادفی نرمال. پس ما یک بردار انتهایی نرمال رو میتونیم با تابه چگالیش معرفی کنیم، اما نکته مهم اینه که تو این تابه چگالی دو تا پارامتر وجود داره، یه میو که بردار میانگین هاست. پس پارامترهای توزیع نرمال چند متغیره، یکی بردار میوه که هست میو یک تا میو ان، که میو آی چیه؟ میو آی در واقع گفتیم میانگین اون متغیر تصادفی آیومه که با امید نشونش میدیم دیگه، امید ایکس آیه در واقع. و یکی هم سیگماه که گفتیم در واقع ماتریس سیگما آی جیه، که سیگما آی جی کوواریانس ایکس آی و ایکس جیه. دقت کنید وقتی آی و جی مساویان در واقع سیگما آی آی همون سیگما یک دو تا سیگما ان دو منظورمون، و کوواریانس یه متغیر تصادفی با خودش هم میشه واریانسش دیگه، پس این با اون بالایی سازگاره. پس پارامترها یه توزیع نرمال متغیره، یه بردار انتایی هن و یک ماتریس ان در ان. این ان در ان دیگه، البته ماتریس همیشه متقارنیه دیگه، مثلا سیگما 1 2 و سیگما 2 1 مساوی هن با هم. خب پس خلاصه این داستان اینه که متغیرهای نرمال رو میشه با دونستن میانگینشون و ماتریس واریانس کوواریانسشون به طور منحصر به فردی مشخصشون کرد. خب حالا دیگه میتونیم بریم سراغ تعریف فرایندهای گاوسی. اینجا هم حالا به عنوان یک شکل تابع چگالی یک متغیر نرمال دو متغیر، یه توزیع نرمال دو متغیر رو مشاهده میکنید. وقتی میگیم استاندارد نرمال یعنی اینکه میانگینش صفره و ماتریس کوواریانسش هم همانیه، یعنی رو قطرش یکه بقیه جا صفره و یه همچین شکلی داره دیگه، یه حالت تک قله‌ای داره باز مثل توزیع یک متغیره. و الان این محور x، این محور y، این محور عمودی هم که مقدار تابع چگالی است دیگه. خب و شکل توزیع دیگه نرمال هم همینه، فقط اگر دیگه استاندارد نباشه میانگینش دیگه خب روی صفر نخواهد بود، جابجا میشه و شکل قله هم کاملا متقارنه از نظر دورانی، ولی وقتی که توزیعی کلی در نظر بگیریم که واریانس کوواریانسشون استاندارد نباشه این قله ممکنه یک شکل بیزی مانندی پیدا بکنه، لزوما این شکلی باقی نمیمونه. خب
این از این. حالا بریم سراغ فرایندهای گاوسی. بفرمایید بفرمایید. بله دیگه، یعنی قله دقیقا روی میو یک و میو دو مثلا تو حالت دو متغیره، یعنی محور تو رو محور ایکس رو میو یک، رو محور وای رو میو دو. خب حالا فرایندهای گاوسی، بله فرآیندهای گاوسی فرآیندهایی هستند که توضیح های متناهی بعدشون همه گاوسیه، یعنی نرماله. خب تعریف کنیم پس. تعریف فرآیند گاوسی فرآیندی است که همه توضیح های متناهی بود آن نرمال هستند. خب حالا چرا فرآیند گاوسی مهمه؟ یه دلیلش اینه که متغیر نرمال مهمه که گفتیم چرا مهمه. یه دلیلش هم اینه که کار کردن باهاش راحته. چرا کار کردن باهاش راحته؟ دیگه شما نیازی ندارید همه توضیح های متناهی بود رو معرفی کنید، یعنی برای هر تی یک تا تی ان یک تابع چگالی متغیر معرفی کنید. شما فقط یه چیز نیاز دارید برای معرفی تابع در واقع گاوسی، و اون هم اینجا بله میانگین اون ایکس تی ها و کوواریانس اون ایکس تی هاست. طبق همون نکته که قبلا گفتیم برای معرفی یک فرآیند گاوسی کافی است برای هر تی چی رو معرفی کنیم؟ میو تی رو معرفی کنیم که هست امید ایکس تی، و برای هر دوتا اس و تی و برای هر اس و تی کوواریانس ایکس اس و ایکس تی، که خب این در واقع هست، حالا کتاب نوشته ایکس تی و تی ایکس اس، که اینا با نماد سی تی و اس نشون میده، این را داشته باشیم. خب یعنی اون موجودات وحشتناک بزرگ که توضیح های متنایی بود بودن و ما خلاصه کردیم در دو تا تابع، یکی تابع یه متغیره میو تیه، یکی تابع دو متغیره سی تی و اسه. حالا اگه بخوایم با فرآیندهای دیگه قاطی نشه، وقتی این فرآیندمون ایکسه، اینجا ممکنه اندیس ایکس بذاریم، اما اگر مشخص باشه که راجع به چه فرآیندی صحبت میکنیم دیگه اون اندیس ایکس هم ممکنه نذاریم. خب که دیگه حالا اینا رو بهش میگن تابع میانگین و تابع کوواریانس. کوواریانس هم حالا دیگه جهت یادآوری تعریفش اینجوری بود دیگه. خب بفرمایید بفرمایید. بله توضیحشون رو بدونیم دیگه. آره منتها اینجا کارمون ساده تره، چون توضیح توام هر دوتایی یک متغیر نرماله، متغیر نرمال فقط با واریانس و کوواریانس و میانگینش مشخص میشه دیگه، بنابراین اینجا همه اطلاعات تو این نهفته هست. حتی توضیح ستایی رو هم الان داریم، وقتی شما یه توضیح ستایی از این XT ها رو بخواید به دست بیارین، XT1، XT2، XT3، این یه بردار نرمال سه متغیر است. بردار نرمال سه متغیره درسته که یه فرمول پیچیده ای داشت تا به چگالیش کجا بود ردش کردیم، یه فرمول پیچیده ای داشت تا به چگالیش این بود، ولی این فرمول پیچیده توش فقط دو تا چیز وجود داشت، یه میو که همون از رو میو تیه به دست میاد و یه سیگما
که اینم از روی همون تابع سی، تابع کوواریانس به دست میاد. بنابراین همه توضیح های هر تعداد دلخواهش رو ما الان میتونیم از روی این دوتا تابع به دست بیاریم. تو ذهنتون باشه که در واقع وقتی S و T مساویان، CX T و T این در واقع همون واریانس XT دیگه، چون میشه کوواریانس XT با خودش. پس واریانس هم در واقع تو این نهفته هست. حالا یه مثال خوب اینجا زده، این مثال رو ببینیم. میگه که بیاید مجموعه زمان هاتون رو بگیرید بازه 0 و 1. مثال T هست بازه 0 و 1. XT ها رو چی فرض کنیم؟ XT ها رو فرض کنیم باشن نرمال 0 و 1، نرمال استاندارد باشن و IID باشن. IID گفتیم یعنی independent and identically distributed. Identically distributed که هستن چون N 0 و 1 هن، مستقل هم باشن و مستقل. خب پس الان ما یه فرایندی در نظر گرفتیم که همه زمانهای مختلفش از هم مستقل هن، هر کدوم هم برای خودشون یک نرمال 0 و 1ه. خب تو این حالت ببینیم اون تابع میو و سی چی میشه. اون میو تی که خب صفره، چون میو تی فقط به تک تک ایکس تی ها رب داره، که چون فرض کردیم ان صفر و یکن یعنی میانگینشون صفره، پس میو تی تابع ثابت صفره. اون سی تی او اس چیه؟ سی تی او اس اگر اس و تی مساوی باشن که خب میشه واریانس ایکس تی، که خب چون ان صفر و یک واریانسش یکه، پس اگر اس و تی مساوی باشن یکه. اگر اس و تی مخالف هم باشن، چون مستقلن، یادمون بیاد از احتمال متغیرای نرمال مستقل در واقع کوواریانسشون صفر بود. خب بنابراین تو این حال از کلن اصلا متغیرای مستقل کوواریانسشون صفر بود، تو این حالت در واقع این میشه صفر. خب پس این فرایندی که ما تعریف کردیم توسط این میو و سی، یعنی توسط این تابع میانگین و این تابع کوواریانس داره ساخته میشه. اگه شکل اینم بخوایم ببینیم، اینجا یه شکل کشته که جالبه، مفید هست. میگه که الان همون فرایندی که تعریف کردیم اومده شبیه سازی کرده. یعنی چی؟ یعنی تو هر نقطه از محور تیمون که از بین 0 تا 1 هست، یک متغیر نرمال با میانگین 0 و واریانس 1 سمپل گرفته گذاشته اونجا. همونطور که میبینید هیچ همبستگی با هم ندارن، یعنی اینکه تیای نزدیک به هم هستن که یکی مثبت و یکی منفیه و خیلی با هم اختلاف دارن. دلیلش هم واضحه، چون این ساختار کوواریانسی که تو این مثال داریم مثلا مستقلن، سی تی او اس صفر برای اس نامساوی تی، هیچ همبستگی با هم ندارن و یه همچین نمودار در واقع نوسانی و ناپیوسته ای رو ما مشاهده میکنیم. خب حالا جلوتر که حرکت براونی رو معرفی کنیم، خواهیم دید که اونم یه میانگینی داره واس خودش و یک تابع کوواریانسی، ولی تابع کوواریانسش چون در واقع مثل این حالت اس و تی های مختلف از هم مستقل نیستن، بلکه همبستگی با هم دارن، همون باعث میشه که نمودارش یه نمودار پیوسته ای باشه، اینطور در واقع ناپیوسته و جهشی نباشه. خب یه نگاهی که میشه داشت به در واقع این نمودار فرایند گاوسی این هست که این تابع میو، مثلا شما ممکنه یه فرایند گاوسی داشته باشین که تابع میوش در طول زمان مثلا یک همچین چیزی باشه. مثلا معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی سمپل های مختلف از این فرایند رو بگیرید، به نوعی همه هول و هوش این منحنی سبز که همون تابع میانگینمون هست قرار دارن. خب یعنی میانگینشون همین هست، این در واقع میوتیه.
بعد اون سی چی رو نشون میداد، سی تی او اس، گفتیم سی تی او تی میشد واریانس دیگه، اگه شما رادیکال بگیری این میشه انحراف معیار. انحراف معیار در مورد متغیر تصادفی میزان پراکندگی حول اون میانگین رو نشون میده دیگه. حالا اگه شما بیای حول این منحنی سبز یه نوار آبی رنگ به پهنای رادیکال سی تی او تی رسم بکنی، که اون خب ممکنه بعضی جاها پهن‌تر بشه، بعضی جاها مثلا باریک‌تر باشه، پس یه نوار در واقع با پهنای رادیکال سی تی او تی در واقع ما رسم کردیم. در اون صورت این هم به نوعی نشون دهنده اون محدوده ای هست که انتظار داریم مسیر اون فرایند تصادفیمون تو اون بگنجه. حالا تو این مثال فرایند کاملا مستقل اون میانگینه که صفره، اون خط سبزه یعنی اینجاست، و اون نوار آبی رنگم که اینجا خط چین گذاشته اینجاست. معمولا مرسوم است که دو برابر انحراف معیار رو به عنوان یه بازه اطمینان میگرفتن دیگه توی آمار و احتمال، اگه یادتون باشه. برای همین این اون خدچین رو روی دو برابر انحراف معیار کشیدش، که اینجا چون انحراف معیار دو برابر انحراف معیار چون یک هست میشه مثبت منفی دو، یعنی دو تا بالاتر از میانگین و دو تا پایین تر از میانگین. و همونطور که میبینید بیشتر سمپل ها داخل این نوار هست دیگه، البته میتونه با یه احتمال کمی بیشتر از این هم باشه، ولی قاعدتا باید 95% سمپل ها توی این نوار بیفته که همینطوری چشمی هم که آدم نگاه میکنه همینطور به نظر میرسه. خب این هم یک مثال از فرآیند گاوسی، این رو هم که گفتیم. بله، و خب من فکر میکنم دیگه دو تا تعریف بعدی چون مستقیما ارتباط پیدا میکنه با برانیان موشن، اینو بذاریم برای جلسه بعد. دیگه جلسه بعدی ما با تعریف حرکت برانی شروع خواهیم کرد و ویژگی های اصلی اون رو خواهیم گفت. اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید.